تقویم تاریخ در سال 419 میلادی برابر با سال 978 ایرانی و در چنین روزی والنتینیان که از سال 425 تا 455 امپراتور روم بود به دنیا آمد. در سال 132 هجری قمری برابر با سال 1270 ایرانی و در چنین روزی حکومت 500 ساله سلسله معروف عباسیان در مکه آغاز شد. در سال 1566 میلادی برابر با سال 2125 ایرانی و در چنین روزی نوستراداموس، طالبین و پزشک فرانسوی که پیشگویی‌هایی برای جهان کرده است، درگذشت. در سال 1778 میلادی برابر با سال 2337 ایرانی و در چنین روزی ژان ژاک روسو، فیلسوف عصر روشنگری اروپا که در 28 جون 1712 به دنیا آمده بود، درگذشت. در سال 1791 میلادی برابر با سال 2350 ایرانی و در چنین روزی ساموئل مورس، مخترع تلگراف مورس در نیو انگلند به دنیا آمد. در سال 1881 میلادی برابر با سال 2440 ایرانی و در چنین روزی جیمز گارفیلد، رئیس جمهوری وقت آمریکا، به دست یک وکیل قضایی که از او تقاضای پست سفارت کرده بود، گلوله خورد و مجروح شد. وی بعداً بر اثر این جراحت درگذشت. در سال 1904 میلادی برابر با سال 2463 ایرانی و در چنین روزی آنتوان چخوف، نویسنده نامدار روس، در جنگل سیاه در آلمان درگذشت. در سال 1917 میلادی برابر با سال 2476 ایرانی و در چنین روزی در شورش نژادی در شهر سن لویی آمریکا 48 تن کشته شدند. سیاه‌پوستانی که خواهان برابر شدن دستمزد کارگران سیاه و سفید بودند که کار معینی را انجام می‌دادند، آن را آغاز کرده بودند. در سال 1925 میلادی برابر با سال 2484 ایرانی و در چنین روزی پاتریس لومومبا، مجاهد آزادی کانگو، در ایالت کاسایی متولد شد. در سال 1928 میلادی برابر با سال 2487 ایرانی و در چنین روزی ساختمان سد بزرگ هوور که یکی از عجایب هفت‌گانه دنیای جدید است بر روی رودخانه کلرادوی آمریکا آغاز گردید. در دوم ژوئیه سال 1961 میلادی برابر با سال 2520 ایرانی و در چنین روزی ارنست همینگوی، داستان‌نگار بلندآوازه آمریکایی، در خانه‌اش در منطقه کوهستانی کچوم واقع در ایالت آیداهوی آن کشور با گلوله تفنگ شکاری خودکشی کرد. وی هنگام مرگ 62 ساله بود. همینگوی که در 21 ژوئیه سال 1899 میلادی به دنیا آمده بود، در سال 1955 میلادی برنده جایزه نوبل در ادبیات شده بود و به خاطر داستان پیرمرد و دریا جایزه پولیتزر به دست آورده بود. در یکم ژوئیه سال 1974 میلادی برابر با سال 2533 ایرانی و در چنین روزی بانو ایزابل پرون بر جای شوهرش خوان پرون نشست و رئیس جمهور آرژانتین شد. وی که 43 ساله بود، دو روز پیش از آن و پس از آن که پزشکان از درمان پران ابرازی از کردند، سوگند یاد کرده بود، ولی تا شوهرش زنده بود بر صندلی او ننشست. و این بود برخی از رویدادهای ایران و جهان در سالها قبل در چنین روزی.